اگه شما هم جزو افرادی هستید که فرق بین ورق طلا و ورق طلای مایع رو نمیدونید و نمیدونید کجا باید از کدومشون استفاده کنید، تو این ویدیو تا انتها با من همراه باشید. سلام، من الهه میرافسر هستم و تو این ویدیو میخوام بهتون به طور مختصر در مورد هر دو نوع ورق طلا و تفاوت‌ها و شباهت‌هاشون بگم تا بتونید بهترین انتخاب برای اثر هنریتون رو داشته باشید. ورق طلای ورقی کلاً یه لایه نازک فلزی هست که با توجه به جنس و رنگش از جنس‌های مختلفی مثل طلا، مس، نقره، پلاتین و حتی چیزهای دیگه تشکیل شده. ورق طلای ورقی قدمت هزار ساله داره، یعنی هزاران سال پیش مصری ها از این مدل ورق طلا استفاده می کردن. این نوع ورق طلا به دو تا صورت عیاردار و تزئینی تو بازار موجود هست که مدل عیاردارش یه درصد کوچیکی طلای خالص داره که خب قیمتش هم نسبت به مدل تزئینی بیشتر. برگه های ورق طلا ضخامتشون خیلی خیلی کمه، برای همین برای کار کردن باهاشون باید حسابی حوصله و دقت به خرج بدید و چون ضخامتشون خیلی کمه روی سطوح به تنهایی نمیچسبن، واسه همین باید از چسبای مخصوص ورق طلا برای چسبوندنشون استفاده کنید. این نوع ورق طلا جدا از تزئینی و عیاردار بودنش براقیت فوق‌العاده بالایی داره و روی هر سطحی با هر جنسی میتونید ازش استفاده کنید. کار کردن با ورق طلای ورقی فوق‌العاده راحته، یعنی شما با دیدن فیلم‌های آموزشی راحت میتونید با این نوع ورق طلا کار کنید. اگه تا حالا فیلم‌های آموزشی ورق طلا رو ندیدید، من همین بالا براتون لینکشو میذارم، هم تو کپشن برید و ببینید. اما چسبوندن ورق طلای ورقی رو سطح‌های پرپیچ و خم مثل مجسمه ها و مبلا نیاز به تبحر و دقت خاصی داره. حتی بعضی موقعا باید از وسایل خاصی برای این کار استفاده کنید. این مدل ورق طلا اگه به صورت اصولی و با مواد با کیفیت به سطح بچسبه و تو شرایط مناسب نگهداری بشه و بعد از تمام شدن کار و خشک شدنش با لاک الکل و اسپری کیلر تثبیت بشه، حتی تا هزاران سال بدون تغییر رنگ و شکل باقی میمونه. اما بریم سراغ ورق طلای مایع. ورق طلای مایع قدمتش خیلی زیاد نیست، یعنی تقریبا تازه اختراع شده. پایه آب هست و به راحتی تو آب حل میشه. ویژگی منحصر به فردش نسبت به ورق طلای ورقی اینه که رنگ‌های فوق‌العاده زیادی داره. یعنی کد رنگ‌های خیلی زیادی از ورق طلای مایع تو بازار موجود هست و شما با توجه به کارتون از تونالیته‌های مختلف میتونید استفاده کنید. از این نوع ورق طلا با قلمو روی کارتون استفاده میکنید، یعنی مثل رنگ میمونه که با قلمو روی کارتون میزنید و قلموتون رو بعد از استفاده طبق روتین شستشوی قلموها میشورید. اگه تا حالا فیلم شستشوی قلموها رو ندیدید، میتونید این بالا لینکشو گذاشتم برید و ببینید. این نوع ورق طلا بدون بو هست و تو هر فضایی میتونید ازش به راحتی استفاده کنید. موضوع خیلی مهمی که باعث محبوبیتش نسبت به ورق طلای ورقی شده بحث هزینش هست. یعنی نسبت به ورق طلای ورقی هزینش پایین‌تر و مقرون به صرفه تره. واسه همین بیشتر میرن سراغ ورق طلای مایع. ورق طلای مایع هم روی همه سطوح قابل استفاده است و شما به راحتی میتونید خودتون اونو بسازید. تو ادامه نحوه ساخت ورق طلا با سه تا روش مختلف رو بهتون یاد میدم و میگم که هر کدوم برای چه کار و چه سبکی مناسبه. اما قبل از اینکه بریم سراغ ساخت ورق طلای مایع، میخوام 4 تا نکته مهم رو تو استفاده از ورق طلای مایع بهتون یاد بدم. اولیش اینه که اگه از ورق طلای آماده برای کارتون میخواید استفاده کنید، اونو با پیگمنت طلایی مخلوط کنید تا درخشندگیش بیشتر بشه. نکته دومش اینه که بعد از خشک شدن ورق طلاتون حتما از لاک الکل و اسپری کیلر استفاده کنید
البته اگه تو ترکیب ساخت ورق طلاتون از لاک الکل استفاده می‌کنید، دیگه بعدش نیاز نیست روش لاک الکل بزنید و همون اسپری کیلر کافی. نکته سوم اینه که اگه تو ترکیب ورق طلاتون از لاک الکل استفاده می‌کنید، غلظتش باید جوری باشه که وقتی با قلمو به کناره لیوانتون می‌کشید، از کناره لیوان شوره نکنه. و اما نکته چهارم و نکته آخر، اگه تو ترکیب ساخت ورق طلاتون از وارنیش پایه تینر استفاده می‌کنید، برای تثبیتش دیگه نیاز به لاک الکل نیست، چون خود وارنیش پایه تینر یه تثبیت کننده نسبتاً قویه. حالا بریم سه تا فرمول خفن ساخت ورق طلای مایه رو بهتون یاد بدم. ترکیب اول از لاک الکل و مقداری پودر فلز طلایی یا به اصطلاح پیگمنت طلایی تشکیل شده. من لاک الکل و مقداری پودر فلز طلایی رو توی لیوان یه بار مصرف ریختم و مخلوط کردم. غلظت این ترکیبتون باید به حدی باشه که وقتی با قلمو به دیواره ظرفتون میکشید رنگتون شوره نکنه. البته جوری هم نباشه که اینقدر غلیظ باشه که پیگمنت ها گوله گوله بشه تو ترکیبتون. از این ترکیب برای اکثر کارها و سطح ها میتونید استفاده کنید. ولی نکته‌ای که باید بهش توجه کنید اینه که سطحتون نباید نمدار و خیس باشه، چون رنگتون رو سیاه یا به اصطلاح اکسید میکنه. این ترکیب فوق‌العاده براقه و بعد از استفاده از این ترکیب و خشک شدنش و گذشت 1 الی 2 روز باید از اسپری کیلر روی کارتون استفاده کنید. اسپری کیلر رو از فاصله 30 سانتی و به صورت 1 نواخت روی کارتون استفاده میکنید. من از این ترکیب تو قسمت تکسچر تابلوی طرح خورشید استفاده کردم و نحوه رنگ کردن با این ترکیب رو اونجا بهتون نشون دادم. اگه تا حالا ندیدید لینکش رو این بالا و تو کپشن براتون میذارم، میتونید برید و ببینید. تو این ترکیب از رنگ اوکر اکریلیک و پودر فلز طلایی استفاده میکنیم. برای درست کردن این ترکیب به هیچ عنوان از آب استفاده نمی کنیم و اگه دیدیم که مخلوطمون خیلی سفت شده و با قلمو روی کارمون حرکت نمی کنه، مقداری لاک الکل به ترکیبمون اضافه می کنیم و حسابی مخلوط می کنیم. نسبت پیگمنت طلاییتون رو باید تو این ترکیب زیاد در نظر بگیرید که طلایی بودن کارتون رو نشون بده. رنگ اوکر فقط جهت پوشانندگی کاره، چون این فرمول از ترکیب ورق طلای مایه پوشانندگی فوق‌العاده بالایی داره و اگه درست اینا رو با هم ترکیب کرده باشید، با یک بار رنگ کردن سطح کارتون رو کاور میکنه. از این نوع ورق طلای مایه هم روی همه سطوح میتونید استفاده کنید. اما برای کارهایی که نیاز به پوشانندگی بالایی داره و با یک بار رنگ کردن میخواید کارتون کاور بشه، بهتره از این ترکیب استفاده کنید. و یا حتی که نمیتونید ترکیب شماره 1 رو غلظتش رو به حدی در بیارید که نه رنگتون شوره کنه و نه پیگمنت ها حالت گلوله گلوله داشته باشه تو ترکیبتون، بهتره از ترکیب شماره 2 استفاده کنید، چون نه رنگتون گلوله گلوله میشه و چون با رنگ اکریلیک مخلوط شده به هیچ عنوان شوره نمیکنه. من از این ترکیب تو آموزش تابلو چشم نظر قسمت هایی که تکسچر رو با قیف روی کارم گذاشتم استفاده کردم. اگه تا حالا ندیدید لینکش رو این بالا و تو کپشن براتون میذارم، میتونید برید و تماشا کنید. بعد از خشک شدن این رنگ روی کارتون باید از لاک الکل استفاده کنید. و زمانی که لاک الکلتون خشک شد با اسپری کیلر روی کارتون اسپری کنید. البته اگه بتونید کیلر رو روی کارتون به صورت 1 نواخت و کامل اسپری کنید، نیاز به استفاده از لاک الکل نیست. و اما فرمول شماره 3 و فرمول آخر. توی این ترکیب از ترکیب وارنیش پایه تینر با پیگمنت طلایی استفاده می‌کنیم که برای کارهایی که با رنگ روغن رنگ شده بیشتر استفاده میشه. غلظت این ترکیب هم مثل ترکیب شماره 1 باید به حدی باشه که وقتی با قلمو به دیواره ظرفتون میکشید رنگتون شوره نکنه و به حدی هم نباشه که پیگمنتاتون داخل رنگتون گله گله باشه. من از این ترکیب برای رنگ کردن پر برجسته که با رنگ روغن رنگش کرده بودم استفاده کردم که لینکش رو این بالا و تو کپشن براتون میذارم که میتونید برید و ببینید.
از اونجایی که وارنیش پایه تینر خودش یه تثبیت کننده نسبتاً قویه، لازم به استفاده از لاک الکل بعد از خشک شدن کارتون نیست، ولی بهتره از اسپری کلر بعد از خشک شدن کارتون حتما استفاده کنید تا اگه تو مناطقی زندگی میکنید که مرطوب هست کارتون اکسید نشه. امیدوارم این آموزش براتون مفید بوده باشه و بتونید با استفاده از این اطلاعات تابلوهای فوق‌العاده زیبایی رو خلق کنید. اگه منو تا حالا سابسکرایب نکردید لطفاً منو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید تا به محض اینکه ویدیو براتون گذاشتم یوتیوب بهتون اطلاع بده. لایک ها و کامنت هاتون انگیزه من برای ادامه کاره. لطفاً با لایک ها و کامنت هاتون از من حمایت کنید تا بتونیم خانواده هنریمون رو بزرگ و بزرگتر کنیم.